برادرم ما سر ما که بره سر ما در رضای خدا که بره ما وطن خدای لاکدنی نیستیم یک دوم دیگه مالی هم از طرف سارک هم از طرف او طرف از طرف هزاره از چهار طرف آمده هیچ مشکل نیست هیچ تشویش نکن به یوری پروردگار اگه زنده بودیم انشاءالله موفقیت میبینی دین روز خلاص شد امروز بازم درگیری از ساعت 9:30 شروع تا الحال چیز رئیس سوداگری کنی پیام تازه فرمانده حاجی ملک در مورد گروه مفسد و بیدین طالب پس از اینکه در برابر نیروهای جبهه مقاومت تبلیغات پخش کردند سلام بیننده های عزیز و سرویس اطلاع رسانی ما خوش آمدید لطفاً چنل رو سابسکرایب کنید در ادامه مشروع خبرها اعضای کابینه برای مشورت با هبت الله اخوندزاده و قندهار رفتند منابع میگویند که 16 تن از اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان 3 روز پیش به قندهار آمده و از آن زمان تا اکنون با رهبر گروه نشست داشتند به گزارش سپوتنیک منبعی در قندهار به شرط افشا نشدن نامش با سلام وطندار میگوید که شماری از اعضای کابینه طالبان به قندهار رفتند تا روی برخی مسائل مهم ملی با هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان گفتگو کنند منبع میگوید که 16 تن از اعضای کابینه حکومت سرپرست طالبان 3 روز پیش به قندهار آمده و از آن زمان تا اکنون با رهبر گروه نشست داشتند هرچند منبع درباره موضوعهای مورد گفتگو در این نشست چیزی نمیگویند اما گفته می شود که این نشست با منظور بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از سنف ششم تهدیدهای امنیتی و ارزیابی وضعیت جاری در کشور برگزار شده است. این در حالی است که منبع تاج‌الدین سروش او در گزارشش چنین نوشته است. منابع در کندوز با من تایید می کنند که دیروز پهپادهای ناشناس فرودگاه کندوز را بمباردمان کرده است. طالبان با دنبال این بمباران در حال انتقال وسایط نظامیشان از میدان هوایی کندوز به سمت ولسوالی چهاردره هستند تا در داخل خانه ها جابجا کنند. خبر بعدی ایران شمار پناهجویان افغانستان در این کشور را اعلام کرد. وزیر خارجه ایران گفته است که بیش از 4.5 میلیون افغانستانی در ایران پناهنده اند. با گزارش سپوتنیک حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و نانایا ماهوتا وزیر امور خارجه نیوزیلند در مورد تحولات مناسبات دو جانبه و منطقه‌ای بحث کردند. آقای عبداللهیان با یادآوری اقدامات ایران برای ارائه خدمات به بیش از 4.5 میلیون پناهنده افغانستانی در ایران بر ضرورت حمایت جامعه جهانی برای مدیریت این مسئولیت تاکید کرده است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در خصوص افغانستان تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت قوی همه اقوام این موضوع را از بسترهای مورد نیاز برای استقرار صلح در ثبات در این کشور دانسته است. یادآوری میکنیم که پیش از این شماری از منابع در ولایت نیمروز از اخراج پناهجویان افغانستانی از ایران خبر داده بودند. خبر دیگر طالبان در تخار خبرنگاران را از یک برنامه خبری اخراج کردند. خبرنگاران رسانه‌های خصوصی در تخار از تحقیر و توهین خود توسط طالبان خبر دادند. می‌گویند که مسئولان امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان آنان را از یک نشست خبری با تحقیر و توهین بیرون کردند. گفته می‌شود که این نشست خبری امروز در دفتر والی طالبان در تخار برگزار شده بود و خبرنگاران نیز برای پوشش آن دعوت شده بودند. اما نیروهای امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان آنان را با تحقیر و توهین از آنجا بیرون راندند. خبرنگاران ادعا دارند که طالبان آنان را تهدید به مرگ کرده و شیطانها، دروغگویان و شر و فساد پیشه ها خطاب کردند. به گفته خبرنگاران طالبان تنها به خبرنگاران تلویزیون ملی و خبرگزاری دولتی باختر اجازه پوشش نشستشان را دادند. خبرنگاران رسانه‌های خصوصی در تخار از این برخورد طالبان انتقاد کرده و میگویند که این گروه قانون حق دسترسی به اطلاعات را نقض کردند. این در حالی هست که پس از به قدرت رسیدن طالبان محدودیت‌ها و سختگیری‌های چشمگیری بر رسانه‌ها و خبرنگاران وضع شده و ده‌ها رسانه‌ها از فعالیت باز مانده و صدها خبرنگار بیکار شدند. طالبان اخیراً ادعا کردند که از این پس تمام مشکلات و مسائل مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران از سوی کمیسیون رسیدگی و تخلفات رسانه‌ای حل فصل خواهد شد. اما این وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان است که عهده‌دار برخورد با خبرنگاران و رسانه‌ها است.
خبر دیگر و تکان دهنده، حمله کوچی ها بر خانه های بومیان تخار، 4 تن زخمی شدند. منابع محلی در ولایت تخار میگویند که کوچی های جنوب و پاکستانی ها که از وزیرستان آمدند به خانه های مردم بومی در ولسوالی خواجه بهاءالدین این ولایت حمله کردند. منابع میگویند که عصر امروز پس از حمله آنان در روستای شورتوقی ولسوالی خواجه بهاءالدین درگیری میان دو طرف رخ داده است. با گفته منابع کوچی ها 4 تن را با ضرب گلوله زخمی کردند و کودکان را نیز لاتکوب کردند. منابع می افزایند که باشندگان بومی با وسایل دست داشتهشان از قبیل بیل و کلنگ از خود و خانه هایشان دفاع کردند. منابع تصریح کردند که طالبان پشتون از کوچی ها، ولایت های جنوبی و وزیرستان های شمالی از پاکستان برای تصرف زمین ها و خانه های مردم به این ولایت آمدند و آنها ناگزیرند دفاع کنند. گفتنی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان صدها خانواده کوچی ها از ولایت جنوب و وزیرستان شمالی به ولایت های شمال و شمال شرق هجوم بردند و در پی غصب زمین ها و خانه های مردم بومی هستند. این عمل کوچی ها همواره با واکنش های مردم محل در این مناطق روبرو شده است و میان دو طرف درگیری رخ داده است. این در حالی هست که چند پیش مسئولان محلی طالبان در ولایت های دایکندی پس از ادعاهای کوچی ها خونبهای یک چوپان کوچی را 2.5 میلیون افغانی و 1 میل سلاح کلاشینکوف فیصله کردند. اکنون می‌پردازیم به جزئیات تازه و بسیار مهم از پنجشیر. حامد سیفی یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در واکنش به حملات طالبان چنین نگاشته است: تلفات طالبان در پنجشیر بی پیشینه است. در کمتر از 72 ساعت ده‌ها جنگجو این گروه کشته شده و صدها تن دیگر زخمی و از پا افتادند. منابع محلی تایید میکنند که طالبان پس از شکست غیر نظامیان را در چند روستاها تیرباران کردند. این در حالی است که پیام فرمانده حاجی ملک او چنین نوشته است: مردم دلیر سرزمین پاسبانان عزت، نیروهای آزادی خواه وطنم باید یادآور شوند. گروه مفسد و بیدین طالب پس از اینکه در برابر نیروهای شجاعتان در پنجشیر شکست خوردند، دست و تبلیغات غلط میزنند که گویا نیروهای مقاومت اسیر شده است و یا کشته شده. به این شایعات باور نکنید، ما زنده ایم. این در حالی است که از جنایت های طالبان این به پاسخ نخواهد ماند. برادرم، ما سر ما در رضای خدا که بره، ما وطن خود اعلام کردنی نیستیم. یک دوم دیگه، مولی هم از طرف سارک، هم از طرف او، طرف از طرف هزاره، از 4 طرف آمده. هیچ مشکل نیست، هیچ تشویش نکن. به یوری پروردگار اگه زنده بودیم انشاءالله موفقیت میبینی. دین روز خلاص شد، امروز بازم درگیری از ساعت 9:30 شروع تا الحال. چه رئیس سرگرایی کنی خب. این دو تن پدر و پسر هستند. غلام سخی پسر آن و پیرمرد پدرش هست، باشنده و مرز ولایت پنجشیرند که طالبان دیروز آنها را اسیر کرده و امروز ساعت 11 در دوآبی و مرز ولسوالی خنج پیش چشمان ده ها نفر تیرباران میکنند. خبر بعدی، روسیه از راه اندازی عملیات گسترده هوایی و راکتی در اوکراین خبر داد. وزارت دفاع روسیه با اعلام این خبر نیروهای اوکراین را متهم کرد که برای تصرف مجدد قلمروها از غیر نظامیان سوء استفاده میکنند. وزارت دفاع روسیه افزوده است که حملات دقیق بر مواضع نیروهای اوکراینی در شهرک های سولیانسک و کانستان تیونکا در منطقه دونیتسک انجام شده است. با این حال، مقام های اوکراینی گفتند که نیروهای روسی را از شمال شرق این کشور به ویژه منطقه خارکیف به عقب رانده و ساحات زیاده را پس گرفتند. در همین حال، اوکراین همچنان از پیشرفت های بیشتر خبر داده و از کشورهای حامی غربیش خواسته است که برای تصریح این روان سلاح‌های پیشرفته بیشتری را در اختیار نیروهای این کشور قرار بدهند.